به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان بی پدر و مادران قاچاقچیان خانم فروشان بی همه چیزان امامداران و بی امامگان ریشداران و بی ریشان دزدان دزدان سپاهی دزدان کلاهی دزدان فکلی دزدان امامه‌ای دزدان وزیر دزدان وکیل دزدان تشخیص دزدان خبرگان اکبر دزده و رهبر دزده رئیس جمهور دزده هیئت وزراء دزد دزدی اسلامی دزدی معمولی نیست دزدی اسلامیه دزدی وقتی اسلامی بشه الله بهشون اجازه داده بعد به خاطر این دزدی اسلامی میبره چون تو بهشت واسه شون اونجا چیکار میکنه؟ حوری بهشون میده حوری اینا هم دزدی میکنن که حوری گیرشون بیاد حوری اون سردار زارعی ناراحت بود منتظر نشد تا به بهش برسه خودش یه حوری خونه درست کرد آخونده همشون حوری خونه دارن چون میدونن حوری خونه اون دنیا مال آدمای ببعیه که هرچی اونا بگن میگن ب و پولاشونو میدن که حوری برن بگیرن شاهدشون کیه؟ الله رو آسمونی الله طبقه هفتم، طبقه هشتم، طبقه نهم، طبقه عوضش میکنن هر جا دلشون بخواد میشوننش من سعی میکنم کنترل کنم زبونمو حرفایی که شماها میزنین اگه من باز کنم اینجا خیلی بی‌پرواتره ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه یه مقداری سانسور کنم کارو الله زیرزمینیه که تایچا زندگی میکنه قاطی خیک روغن کردن زیر زمین گفتن پولا رو بدیم ما بریم بدیم الله زیرزمینی بعدش هم نفر چهارم اومد گفت الله زیرزمینی گفته من دیگه با کسی تماس ندارم بعد دیگه نیابت عام شروع شد هر خری از هر جایی بلند شد گفت من نماینده الله زیرزمینی ام پول سهم امامو بدین به من همه دوست دارن پول یا مفت بگیرن دیگه اون کسی که میده مغزش یه مقداری گرفتاری داره به هر تقدیر آخوندها هرچی زورشون میرسه با زور الله آسمونی ازتون میگیرن هرچی زورشون نمیرسه با زور الله زمینی که میشه سهم امامو بدین به ما که بتونین دزدی کنین سهم امامو بدین به ما بتونین کلاهبرداری کنین خانم فروشی کنین سهم امامو بدین آخوندم همیشه صبح رفته تو چاه صبحونش خورده کاغذ دستشه میگه امام زمان امضا فرمودند عجل الله نمیدونم فرجه به فلان و اینا که مهدی میاد مهدی رو بگیرین مهدی میاد کارا همه رو سرشونو میبره با درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران امروز این برنامه ما از جایی میخوام شروع کنم که شما تمام شرح و تفصیلش رو شنیدید
روز یک شنبه جمعی بود در هتل ماریوت. آقای شهرام همایون دعوت کرده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، منم دعوت داشتم، رفتم، موفق شدم دوستانی رو که مدت ها بود ندیده بودم دیدم. آقای شهرام همایون و خانمشون بسیار زحمت کشیده بودن، آقای داریوش باقری خیلی زحمت کشیده بود، عسل پهلوان خیلی زحمت کشیده بود و پذیرایی بسیار خوبی بود، دست همشون درد نکنه. ولی این مسئله رو برای این نگفتم که تشکر کنم از آقای همایون، این رو چون من هر جایی میرم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم. در این جلسه اولا من یه چیز به شما بگم، من با کسی دشمنی ندارم، اختلاف سلیقه با خیلی ها دارم و حتما هم سلیقه من درست نیست، ولی اختلاف سلیقه دارم چون مثل خیلی ها فکر نمی کنم و خیلی ها فکر می کنن که من آدم خودخواهی هستم و چیزی که خودم قبول دارم از کسی دیگه قبول نمی کنم، ولی اینطور نیست. یه نوع طرز فکری دارم و برای خودم، کسی هم نمی خوام همون کاری که من می کنم اونها هم بکنن، برای اینکه یک حرف بی خودیه. دوستانی که اونجا دیدم که صحبت کردن، آقای شهرام همایون رو ماهی یه دفعه من میبینم که دیگه چیز نبود، آقای نوریزاده رو چند سال بود ندیده بودم دیدم، آقای بیکزاده رو مدت ها بود ندیده بودم دیدم، با اون کراواتی که زده بود واقعا بهش تبریک میگم. آقای ضیاء آتابای دیدم، البته ایشون از دور دیدم، اونای دیگر از نزدیک دیدم چون من گوشه نشسته بودم و یاد میگرفتم. پلو آقای عباس پهلوان، دوستان هر کدوم صحبتهایی کردن. یکی از موهبتهای اون روز اون بود داوود روستایی رو. داوود روستایی رو من خیلی ساله میشناسم، از وقتی که داوود 19 سالش بود و توی آزادی هم اگه یادتون باشه من خیلی هر کاری تونستم برای داوود کردم. آدم بسیار پاکیه، آدم بسیار یک رنگیه و یک دسته و هنرمند بزرگیه و شاعر خوبیه. از نوریزاده یه چیزی یاد گرفتم اون روز، میدونید تمام این حرفا که زده شد، یه حرف که نوریزاده زد من رو تکون داد. نوریزاده راجع به ما هستیم صحبت میکرد و یه حرفی زد، بعضی حرفا میمونه برای همیشه، گفت ملت ایران روز 22 بهمن 1357 و قبل از اون سعی کردن بیان و بگن ما نیستیم، ما وجود نداریم، یه کسی دیگه جای ما حرف بزنه، یه کسی دیگه جای ما تصمیم بگیره، اون بگه کی ما سرمونه بذاریم تمونه هوا کنیم همون کاره میکنیم، فرمان جهاد بده میریم جهاد میکنیم، کلید بهشت بهمون بده میریم روی مین. ما انسان نیستیم، ما یک رباتیم و هرچی اون بگه ما همون کار رو میکنیم. اینایی که من دارم زیادش میکنم، آقای نوریزاده فقط گفتش که روز 22 بهمن 57 مردم ایران گفتن ما نیستیم. این جمله من رو ول نمیکنه. این حقیقتیه. از اونجا تا اینجا هم ادامه داره، مردم ایران میگن ما نیستیم، به جز یه عده‌ای که دارن میان وسط و ریسک میکنن و میگن ما هستیم. امیدوارم اینا سرمشق مردم ایران بشن. من تبلیغ برای چیزی نمیکنم، ولی وقتی لغت قشنگی رو پیدا میکنم حتما پشتشو میگیرم. مردم اگر نباشید
براتون تصمیم میگیرن. اگر شما بگید ما نیستیم دولت امریکا برامون تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت انگلیس تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت فرانسه تصمیم بگیره، اونا هیچ کدوم به نفع شما تصمیم نمیگیرن. غرب بارها و بارها و بارها به شما گفتم به کشور ایران یا هر کشوری مثل کشور ایران مثل یک لاشه شکار نگاه میکنه. 30 ساله اون چیزی رو که آخوندا بهش میگن انقلاب و مردم حرفهای دیگه ای راجع بهش میزنن اتفاق افتاده. توی این 30 ساله یک عده‌ای مف بردن و مف خوردند. تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که همه چیزشون رو باختن، اینا 5ن، 4ن، 3ن، اونا 95ن، 96ن، 97ن. اون گروهی که میگن به ما مربوط نیست، این بلا داره سرشون میاد، چون خودشون اومدن توی خیابون گفتن ما نیستیم، فرزندانشون دارن تو اون پس میدن. سیاستمداران اپوزیسیون بی بلا نسبت هر کسی به فکر خودشه. مردم به فکر خودتون باشید. شماها میتونید. ببینید، میترسم از موضوع منحرف بشم. داستانهایی که ما خوندیم در شاهنامه اسفندیار، در مال داستانهای یونانی، مال هومر، آشیل، و در داستانهای اسکاندیناوی زیگفرید، همه یک کسای دیگه هم دارن. اینها روئین کنانند. اسفندیار روئین کن بود، آشیل روئین کن بود، زیگفرید هم روئین کن بود. اما هر کدوم این روئین‌کنان یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار چشمش بود، آشیل پاشنه پاش بود، اونجوری که در ایلیاد میگه، هومر تعریف میکنه، و زیگفرید وقتی که رفت زیر اون آبشاری که روئین‌کنش میکرد، برگی افتاد روی پشتش که اون برگ پشتش رو پوشوند، همون یه نقطه روئین‌کن نبود. یعنی اگر تیر به اون نقطه میخورد فرو میرفت. هر سه اینها از همون راه کشته شدند. یعنی کسی که میخواست آشیل را از بین ببره پاشنه پاش را هدف گرفت، کسی که خواست زیگفرید را از بین ببره همون نقطه پشتش را هدف گرفت، و رستم به راهنمایی سیمرغ چشم اسفندیار را هدف گرفت. حالا چرا من اینا را دارم میگم؟ این حکومتی که به قول شما تا دندان مسلحه، ولی به قول من باور نمی کنم اون 2 میلیون آدمی که برای دولت کار می کنند، بیشتر از 10 تا 15% وفادار به دولت باشن. بقیه شون موقعشن که منتظرن که وقتش برسه. پاشنه آشیله، حکومت دینی، یا چشم اسفندیار حکومت دینی، یا نقطه تیر اثر کن زیگفرید حکومت دینی، روز چهارشنبه سوریه. و من خیلی خوب میبینم الان تمام گروه ها امروز، اگر شما برید همه سایت ها رو ببینید، همه آمادگی دارن روز چهارشنبه سوری حرکتی بکنن. روز چهارشنبه سوری
علت این که میگم نقطه ضعف حکومته، برای اینکه حکومت اگر بیاد بازنده است، اگر نیاد بازنده است، اگر بیاد مقابل مردم قرار میگیره. این یادتون باشه، حکومت از مردم میترسه، از امریکا نمیترسه، از عربا نمیترسه، از نمیدونم بمب اتم نمیترسه، از مردم میترسه. میدونه اگه مردم حرکت بکنن اینا رو تکه تکه میکنن، آدم ها رو، این آخوندها رو میگیرن پاره میکنن از همدیگه این مردم. به این دلیل سعی میکنه، اگر یادتون باشه در سال 1378 خامنه‌ای اومد گریه کرد، گفت ول کنین بذارین به من فوش بدن، برای اینکه داشت یک حرکتی میشد. و چون ما در طول این 30 سال رهبری نداشتیم، اینی که هر وقت اونور خدعی و نیرنگی بود، اینور هیچی نبود. الان این بچه هایی که ما هستیم رو دارن در ایران اداره میکنن، میگن چهارشنبه سوری. شهرام همایون میگه چهارشنبه سوری، مجاهدین میگن چهارشنبه سوری، مجاهدین مسلمان، مجاهدینی که همش میگن این گروه ارتجاع اسلامیه، ولی ما روسری سرمونه. من کاری به اون ندارم، ولی با چهارشنبه سوریشون موافقم. سازمان پارس میگه چهارشنبه سوری. چندین گروه در ایران هستن میگن چهارشنبه سوری. خب اینها اگر بتونن منسجم بشن، اگه بتونن یک پارچه بشن، اگه بتونن یک قراری بذارن روز چهارشنبه سوری، از یک جایی حرکت بکنن، کسی جلودار اینا نخواهد بود. هر لشکرکشی که برای اینا بکنن مردم میریزن. من لیدر نیستم، من بلد نیستم لیدر باشم. من نمیخوام چیزی از شماها بگیرم، نمیخوام در مقابل این حرفا، من اینا که به عقلم میرسه بهتون میگم. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما گروه نادرشاه بزرگیم، درود بر شما. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما سازمان پارسیم، درود بر شما. ببینید هر کدومشون از یک جایی بلند شدند. اگر یه همبستگی درشون ایجاد بشه، اگر یک برنامه‌ای داشته باشند هر کدوم از این گروه ها، اگر من کمکی از دستم بر بیاد من در خدمتتونم. ولی یادتون باشه چهارشنبه سوری نقطه ضعف حکومت دینیه، که دیگه کسافتی مثل مطهری نگه که اگه پدران شما احمق بودن شما چرا احمقی. اون وقت دهن هرچی آخونده خورد بشه، دیگه از این غلط ها کسی نمیتونه بکنه. اون وقت چهارشنبه سوری میگه که مطهری احمقه یا پدران ما احمق بودند یا هر آخونده احمق دیگه ای. ببینید همه چیزها رو بذارین کنار، هم انتری نژاد برای خودش چیز میکنه، خاتمی میکنه، این میخواد رئیس جمهور بشه، اون میخواد، اینا همه بازیه. توی اون مملکت 70 میلیون آدم بگن روزه، اون یارو شیرهیه، یه دسته چلاقه، مفعول، اگه بگه شبه شبه. اینی که دنبال نمیدونم خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، خاتم، من شخصه اگه خاتمی رو بذارن اینجا، احمدی نژاد رو بذارن اینجا، من خاتمی رو میندازم تو مسترا، احمدی نژاد انتخاب میکنم. نمیگم شماها برین انتخاب کنین، نمیگم شماها برین رأی بدین، ولی خاتمی اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر آدمایی که یه خورده دوزی موزی کردن دستشون به یه جرسته، باز خاتمی تبلیغ میکنن. خاتمی خیلی کثافته، خیلی کثافته این مرد، این نامرد. به هر تقدیر یک ایمیلی هم برای من فرستادن که اگر شماها بخواید تا
تماسی بگیرید. ایران 2009 اندرلاین، من نمیدونم اون اندرلاین رو به فارسی چی میگین، یعنی شیفت رو باید بگیرین منها رو بزنین. ایران 2009 اندرلاین پارس ات yahoo.com. نمیدونم مال کدوم یکی از این گروه هاست، ولی یکی از همین گروه هاست که میخواد چهارشنبه سوری کار بکنه. تا روزی که شماها با هم منسجم نشید، ببینید فکر نکنید اگر کاری کردید فردا نون ندارید بخورید، اینجور نیست. هر اتفاقی بیفته شماها آدمهای اون مملکتی، شماهایید که باید اون مملکت رو بگردونید. من که این حرفا رو میزنم چون من زینف و زیزرر نیستم، من نمیخوام نه ایران بیام نه میخوام کاری بکنم. خیلی ها به من میگن اینو نگو، ولی من جز راست نمیتونم حرف دیگه بزنم، نمیتونم. من اگه یک کلام دروغ بگم باید همه زندگیم دروغ بگم به شما. اما برای خودتون، برای زندگیتون، برای آیندهتون، جوانها، شماها به خصوص، این کاری که دارید میکنید، ببین این کار هزینه داره. من نمیگم که هیچ اتفاقی نمیفته، زندان داره، کشته شدن داره، دعوا داره، توی حموم آدم میره عرق میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن میونه دعوا نون حلوا خیر نمیکنن و این حقیقتیه. اما آزادی هزینه داره، به خصوص آزادی که پدران شما مجانی از دست دادن، رفتن گفتن ما نیستیم، ما وجود نداریم، ما نوکر آخوندیم. نمیدونم سنجابی و اون یارو حاسد جوادی گفتن گاندی از قرد میاد، یه قرن طول میکشه یه همچی آدمی پیدا بشه. کی؟ خمینی گجستک، کیانوری فقط عمامه سر خودش نزاش، مجاهدین خودشون رو تیکه پاره که همه دست جمعی خودشون رو انداختن تو این منجلاب، اسمشو گذاشتن انقلاب. من اعتقاد دارم هر ملتی میتونه انقلاب کنه، اما برای بهتر شدن، نه برای سرازیری رفتن. کشوری که رهبرش هر جای دنیا میرفت براش فرش قرمز پهن میکردن، حالا انتری نژاد پشته رفته کنیا چایی بخره، روغن نباتی بفروشه. ببینید بعدم قراره یه سازمان اتمی هم برای اونها درست کن. خیلی خرطوخره دنیا، خیلی خرطوخره، یعنی خیلی خرطوخره، باور کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره. من سعی میکنم هر روز راجع به این مسئله چهارشنبه سوری حرف بزنم. نمیدونم، یک امیدوار شدم. من اگه یادتون باشه همیشه میگفتم که من آزادی ایران رو نمیبینم با محاسبات خودم، ولی نمیدونم چجوری شده با این خبرهایی که داره به هم میرسه، از پاریس، از لندن، از ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران، از همه جا این خبرهایی که داره میرسه، شاید هم گول خوردم، نمیدونم، ولی امیدوار شدم. باور کنید امیدوار شدم. اگر امسال چهارشنبه سوری شماها حرکت کنید، اگه شماها بجنبید، خیلی اتفاقات میفته. من دو مورده که باید با شماها صحبت بکنم. یکی مسئله است که راجع به خدا خیلی از من سوال میکنن، راجع به روح خیلی از من سوال میکنند، و راجع به اینکه من چی باور میکنم.
این چون بیش از نیم ساعت وقت میگیره من بخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم، میذارم چون یه بحثی داشتم با یک شخص بسیار فهیم یهودی 50 ساله و ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که من هر روز همه کارامو با نام خدا شروع میکنم اینا، و گفتم من مخالفتی با شما ندارم. یه بحث خیلی طولانی بود، شاید موضوع نیم ساعت با هم حرف زدیم و شاید ایشون مثلا 20 بار این حرف رو تکرار کرد. من بعد به شما اگر رسیدم امروز ساعت چیه؟ نه فکر نمی کنم امروز برسم. تایم امروزم یه چیزی حدود 24-5 دقیقه، بیشتر وقت ندارم، اون بیشتر تایم میخواد. میرم یکی از این ایمیلایی که طرف فکر میکرده اصلا به دست من نرسه براتون میخونم. میگه اولین ایمیل میان من و شما میباشد که نتونستم ازش بگذرم، با وجود اینکه 1 به 1000 باشد که خوانده شود. این اصلا باورش نمیکرده که مثلا این ایمیل من بخونم. حقم داره، میدونید، باور کنید 2500 تا ایمیل عقبم و دیگه فکر نمی کنم اونا رو بتونم بخونم. سعی میکنم جدیدا رو بخونم، نمیرسم دیگه، نمیرسم، وقت نمی کنم، بعد کار شخصی دارم، بیمارستان باید برم، دکتر باید برم، به خودم باید برسم که بتونم بیام اینجا این 1 ساعت رو با شما حرف بزنم. فکر میکنم اگه همه دنیا به هم بخوره هیچ اشکال نداره، ولی 1 ساعت رو من باید با شما حرف بزنم. یه موضوع بیان میکنم از یکی از دخترموها که نمازش رو خوند و تموم شد. گفتم واسه چی نماز خوندی؟ با تعجب کمی عصبانیت پرسید منظورت چیه؟ گفتم آخه واسه چی به درگاه خدای نماز میخونی که تو رو نصف العقل و کشتزار خطاب کرده؟ گفت نه اصلا اینطوری که تو میگی نیست، نمیخواد قرآن رو بخونه، نمیخواد، آخونده گفته نه، اینم میگه نه. گفتم بیا تو که وضو داری من صفحه قرآن رو بهت میگم، باز کن و بخون چی نوشته. استاد گرامی کاش بودید. گفت نه نمیشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، و آخرش جرأت نکرد حتی به کتاب دست بزنه. بعدش شروع کرد به مزخرف گویی که تو چرا اینجوری شدی، قبلا اینطوری نبودی، بترس از خدا و عذابش و سایر مزخرفات که باهاش مسلمونا رو، مسلمونای دیگر رو میترسونن، از همون حرفایی که میبرن اونجا سیخت میکنن و رو آتش میچرخونن، تو زقوم باید بخوری و آب جوش باید بخوری و ملکه عذاب میاد، گرز آتشی داره، فشار قبر داری، از این شعر به را، اینا همه اینا رو حفظن، تون تون میگن. به یکی از زنهای فامیلم گفتم هیچ خبر داری تو بهش به شما یه شوهر و به مردا 70 تا حوری میدن؟ نه قربون، 7 میلیون. برو نوشته های آیت الله دستقیب رو بخون ببین چی نوشته. در جا عصبانی شد، گفت مردا غلط میکنن. نه بعد میگه خدا غلط میکنه، منتها میترسه از خدا، میگه مردا غلط میکنن، اونجا خدا حکم میکنه، اون کارا همه دست اللهه. ولی خب این زورش به الله نمیرسه، میگه مردا غلط میکنن، چنین چیزی امکان نداره. گفتم اینی که تو داری انکار میکنی تو کتاب قرآنی که برای خداش داری نماز میخونی اومده. یکم مکش کرد و گفت راست میگی؟ گفتم آره. به من شک هم نکرد که دروغ میگم یا راست، باور کرد. بعد گفت حتما یه حکمتی توشه، ما نیستیم. ببینید این بانو میگه من نیستم، الله تصمیم گرفته یه حکمتی توشه. خب وقتی الله تصمیم گرفته من هر کاری اون میگه باید بکنم، من که الله نمیشناسم، آخونده هر کاری میگه باید بکنم.
من اصلا نمیدونم الله کیه. من الله نمیتونم مجسم بکنم. میدونم که الله بزرگه. نه بزرگتره. اکی از اون دوتا بوت دیگه. آقا شاخ داره بردم. یه بار به خواهرم گفتم تو که قبول نداری دوتا زن عقل یه مرد رو دارن چرا واسه خدایی که این چیزها رو گفته نماز میخونی؟ گفت این موضوع ربطی به هم نداره. من نیستم. اون حرفی که نوریزاده زد که من اول قضیه تمام اون مسائل براتون گفتم که بگم نوریزاده زد تو خال. برای من زد تو خال. تو میگی من نیستم. تو میگی یکی دیگه جای من تصمیم بگیره. تو میگی یکی دیگه جای من حرف بزنه. تو میگی هرچی اون میگه و من نمیفهمم درسته. میخوای بفهمی؟ نه، من چراغو خاموش میکنم، خرما گندیده رو میخورم، راحتم. گفت من نماز واسه پاکیزگی میخونم. اینم یه فلسفه ایه. نماز برای پاکیزگی میخونه. حتما همومم برای خدا میره. چون آدم وقتی نماز واسه پاکیزگی بخونه هموم باید برای خدا بره. چون آدم شنیده بودیم آدم هموم میره پاکیزه بشه. ولی ایشون نماز برای پاکیزگی میخونه هموم برای خدا میره. اون تو لخ میشه که خدا دعوت میکنه. حتما خدا رو نمیدونم. استاد گرامی این فقط گوشه ای از خرافات دور بر منه. نمیدونم به این مسلمونا که حتی جرأت ندارن به کتاب خودشون هم دست بزنن چی میشه گفت. دوست عزیزم به اون رفیق من بگو که میگفت تو چرا انقدر قرآن رو تبلیغ میکنی؟ برای اینکه تا قرآن نخونی نمیفهمی چه ماجراهایی داره میگذره تو این دین. آیا حیف نیست که اسم گوسفند رو روی اینا گذاشت؟ نمیدونم. استاد جدا از تمام دلایلی که در رد این خرافات هست، من به مدت 3 سال هر وقت از خونه میرم 3 بار رو قرآن میپرم. شاید باور نکنید ولی نه تنها از سنگ خبری نیست، بلکه هر روز بر کیفیت زندگیم در راه خردگرایی افزوده میشه. با سپاس فراوان از شهر پیرانشهر. با رو قرآن پریدنت مخالفم. نه اینکه بگم که گناه داره فلان اینا، من با کار منطقی همیشه موافقم، ولی با کار غیر منطقی وقتی که چیزی رو بهش اعتقاد نداری اصلا چرا میزنی اونجا که بپری روش؟ من هر چیزی، من الان اینی که دارم بحثی که برای امروز آماده کرده بودم براتون بکنم و بعد یه مرتبه دیدم وضع ساعتم طوریه که نمیتونم این رو برسونم به شما. یک شعری داره مولانا، میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو قرآن انقدر دلایل برات میاد که کسی که این رو گفته شعورش و دانشش مطابق فهم آدمهای 1400 سال پیش ام القرا بوده، یعنی مکه تازیان وحشی. البته مکیان شهرنشین بودن ولی پذیرایی تازیان وحشی رو میکردن. شما وقتی قرآن رو با شعور و با فهم، نه با شعار، با شعور و با فهم بخونی به اینجا میرسی که این یک کسی اومده یک چیزی رو آورده و گفته که این از آسمون میاد و نمیم اینا. و بعد وقتی میدی تاریخش رو میخونی، وقتی میبینی درگیری هایی که پیدا شده چجوری شده و این اسلام چجوری جا افتاده،
و چجوری ادامه پیدا کرده، اون وقت به خیلی چیزا میرسی. اما من هر کسی به من میگه راجع به دین میگه چیکار کنم، میگم قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تورات رو به زبونی که میفهمی بخون، انجیل رو به زبونی که میفهمی بخون. من الان دارم کتابی میخونم مال آقای دکتر بقراط صفائی، 4 جلد. آقای دکتر بقراط صفائی بسیار آدم فهیمیه راجع به مسائل مذهبی، اما به موسی که میرسه گریپاش میکنه. چرا؟ موسی رو قبول داره. من بارها و بارها به شما گفتم اگر یک کتابی رو من بخوام بخونم ببینم که حرفایی که توش میزنه با هم نمیخونه، خب این کتاب رده دیگه، نمیتونم بگم چون اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوری شده، اینجاش اونجوری شده. دلیل و مدرک هی نیارم خودم رو قانع کنم، مردم رو گمراه کنم. همون کاری که مفسرین قرآن کردند، برای اینکه بیان این رگه های اشتباهات و خطاهای قرآن رو بپوشونن، علم تفسیر رو آوردن. دیدن به اندازه کافی نیست، رفتن علم شأن نزول آیات رو آوردن. دیدن این قرآن نمیشه باهاش یک کشور اداره کرد، رفتن حدیث آوردن. دیدن باز حدیث کمه، رفتن نمیدونم یه چیزای دیگه سنت آوردن. ببینید اگر یه چیزی کامل نیست، کمه، و خودش میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس بی خود گفته توش، این حرف غلطه. برای اینکه رتب و یابس خیلی زیادی در دنیا هست که اصلا ربطی به کتاب مبین نداره. اما بستگی داره شما چجور به این مسئله نگاه بکنی، بستگی داره چجور کورکورانه بخوای قبولش بکنی. تازه به اونجام که برسی به من مربوط نیست، توی میخوای کورکورانه قبولش بکنی و بکن. من وقتی صحبت میکنم یه دی متوجه حرف من میشن، یه دی متوجه میشن، ولی مخالف امیال اوناست. میگه اگر این حرفا رو درست بزنه پس من همه زندگیم بی خوده، پس من حرف اینو قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی شمعه رو میکشم، خرما رو میخورم. یه دی هستن نه، میگن این فاضلی مزخرف میگه، دلیل فوش خوار مادر. یه آقای برای من ایمیل فرستاده بود، من افراد خانواده رو نشوندم که بشینیم راجع به حرفایی که شما میزنید، و چون حرفایی که شما میزدید یه مقداری راجع به قسمت‌های زیر کمر اسلامی بود، اینه که ما عزیز من شما قرآن میخوای بخونی بخون، توزیع المسائل میخوای بخونی بخون، نهج البلاغه میخوای بخونی بخون، نهج الفصاحه میخوای بخونی بخون، اینها راجع به دانش هیچ کدوم حرف نزدن، همش حیز و نفاسه. بالاترین وعده‌ای که محمد داده به شهیدی که در راه خدا شهید بشه اینی که زنها رو قطار میکنن میذارن جلوش. حالا من چجوری بیام بگم که محمد گفته که تو اگر زنها رو شهید، یه نفر شهید کردی رفتی اونجا یه کتاب خونه میذارن توی قصرت؟ خود قرآن نوشته گفته حوری بهت میدیم. حوری رو چیکارش میکنن؟ حوری رو میذارن رو سر، حلوا حلوا میکنن. من راجب وقتی راجب اسلام حرف میزنی، اسلام پایش بر این مبنا بوده که برو بکش
اگر مسلمون نشد. اگر مسلمون شد 20% مالشو باید بده به تو. اگه مسلمون نشد بکش زنشو وردار. با زنش چیکار کن؟ چشماتون به مالین به هم دیگه. آخه من چی بگم به شما؟ من نمیدونم راجع به چی. من میدونم یه وقتی ادب و احترام و این چیزا بود تو اون مملکت، ولی اگر شما از من میخواید حرفی بزنم، آخه حرفی دیگه نداره. این شما تو ایرانید، این همه توضیح المسائله، برید یکی از این توضیح المسائل ها به انتخاب خودتون، مال هر کی از همه بهتره، بگیرید بخونید ببینید راجب چی حرف زده، ببینید یه جای این توضیح المسائل راجب مغز حرف زده، راجب قلب حرف زده، راجب کلیه حرف زده، راجب خوراک حرف زده، چجوری بخورید، چه چیزی بخورید، مال کیو بخورید، و بعد دستورات نمیدونم چجوری نزدیکی کنید، چجوری غسل کنید، با سگ چجوری، با گربه چجوری، با پلنگ چجوری، با شتر نبردمان لازم است. شما درست میگی، ولی من وقتی راجع به اینها حرف میزنم لغات دیگه ای نیست، مبحث دیگه ای نیست که من باش حرف بزنم. اینها مبحث علمی توش نیست. دین اسلام، دین یهودیت، دین مسیحیت، برید بخونید. گوش ندید آخونده دوتا کلام میگه عیسی یعنی خدا یعنی محبت. برید همه انجیل رو بخونید، برید تورات رو باز کنید، از رو سفر پیدایش، حکایت پیدایش، سفر پیدایش، اینا رو همه سه چارتش میگم که یهو تلفن نکنید. سفر سفر نیست، سفر سفر نیست، کار دیگه ای ندارید شماها، نمیری بخونی، دنبال سفر و سفری. عزیز من تنها چیزی که میگم، تنها اصراری که دارم در خوندنه، برای اینکه ما ملت از خوندن بیزاریم. ما از روزی که رفتیم مدرسه به ضرب چوب درس خوندیم، ما درس خوندیم نمره بگیریم، ما درس خوندیم یه کسی بشیم بریم توی اداره آخر ما حقوق بگیریم، ما درس خوندیم که بریم از این کار پول دراریم. ما هیچ وقت کتاب رو به میل خودمون نخوندیم. در غرب مردم کتاب رو به میل خودشون میخونن. تیراژ رمان در ایران 1000 تا بود، در غرب میلیون هاست. ما دوست نداریم بخونیم. معروفترین رمانی که زمان من که مدرسه می رفتم معروف شد، یا آقای بود به اسم نصرت الله حکیم الهی، یه کتابی نوشته بود با من به شهر نو بیایید. کتاب پرفروش شد. پس مغز ما خرابه، ما شهر نو رو دوست داریم. ما فرهنگ اسلامی داریم. یک کتاب دیگه بود خیلی معروف شد، محمد مسعود نوشت، گلهایی که در جهنم میروید. اون حالا یه تیپ دیگه میخوندنش، ولی اونی که من میگم در دوران دبیرستان من بود، با من به شهر نو بیایید. من وقتی مدرسه میرفتم کتاب اجاره میکردم شبی 10 شیل، و باید این کتاب رو انقدر تند میخوندم که بیشتر از 30 شیل 2000 برام تموم نشه این کتاب. رفقای منم میرفتن بازی میکردن، من خر بودم میرفتم کتاب میخوندم. رمان بودا، ترجمه بود،
یادتونه ذبیح الله منصوری چقدر معروف شد؟ این همه کتاب ذبیح الله منصوری ترجمه کرد، همش داستانهای قشنگ بود، چیزی به شما نمی آموخت، داستان بود، سرت گرم می شد، کسی نمی رفت بخونه. یک ایمیل خیلی بلند بالایی برای من اومده و مسئله ایست که دقت باید روش بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدرش از این میتونم براتون بخونم. میگه سند تحول اقتصادی خمینی که 30 سال است سانسور شده. همه ما شنیده ایم که عده‌ای از افراد مسن جامعه ادعا کردند که آقای خمینی در روز ورود به ایران تو اون سخنرانی تاریخی خودشون وعده های عوام فریبانه ای دادند که به هیچ کدوم عمل نکردند. معروفترین این شعارها مربوط میشه به آب و برق مجانی. حتی اشعار جالبی هم در این زمینه سروده شده که معروفترینش هست: کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده. دیگه میدونین شما خودتون بقیهش رو شنید، شما بیشتر شنیدیم، برای اینکه حرف بد نزده باشیم نمیخوریم. ببینید این شعار ملته، ولی واقعا چند نفر از امروزی ها این حرفا رو باور میکنن؟ اگر اکثر شنونده ها میگن آخه مگه میشه تو اون روز جلوی اون همه آدم، جلوی اون همه دوربین و سیستم رکورد آقای خمینی هم چه حرفی بزنه؟ بعدم چی بود که بود، من نبودم. دست خط فتلی شاه بی سواد وجود داره. صدای مظفرالدین شاه بارها از جعبه جادویی رژیم پخش شده. عهدنامه ها و حتی سند زمین های دوران صفویه تو موزه ها هستن. نامه های اداری چند قرن پیش و حتی دستخط امیرکبیر وجود داره و تو موزه ها همه میتونن ببینن. بگذاریم از وصیت‌نامه رضاخان و دستخط سالهای نچندان دور، ولی چرا یکی نیست از خودش بپرسه اعلامیه های امام خمینی کجا هستن؟ اعلامیه‌هایی که آنقدر جوان براش خون دادن، اعلامیه‌هایی که هنوز تو سریال‌های جعبه جادویی از قرآن مقدس‌ترن، اونا کجا هستن؟ آخه این اعلامیه‌ها که یکی دوتا نبودن، مخصوص یک شهر و دو شهر نبودن، پس چرا اثری از این اعلامیه‌ها نیست؟ واقعا چطور میشه این همه اعلامیه رو غیب کرد؟ و سوال مهمتر این که چرا باید این اعلامیه‌ها غیب بشه؟ قسمت‌های مهم سخنرانی سانسور شده و با حجم بسیار پایین به نامه ساق دانلود شده که اینو شما نمیتونید بشنوید. من رفتم و حقیقتیه، بعضی از حرفای خمینی رو آورده و من خودم شاهد بودم و خودم شنیدم. شما بارها رو رادیو تلویزیون شنیدین که این مردکه دروغگوی گجستک بی همه چیز چه چیزایی گفت. و حالا پس از 30 سال احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی آورده که آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها چیه؟ قیمت بنزین به کلی آزاد شده و لیتری 400 تومان خواهد شد. آزاد کرده. قیمت گازوئیل، برق، گاز مایع نیز به ترتیب 270، 80 و 150 تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی به 4 تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. این هم واسه یادآوری، افشاگری زیر رو که از یاد نبرید. یکی از آقایان علما گفت یه پسر معلول جسمی دارم و میخوام یه مؤسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشه. ما هم مؤسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی میخوام، فلان معدن سنگ رو بدید، فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است، معدن دیگری و در زنجان آن را هم به من بدهید.
و تا به حال این آقا 4 تا معدن تصاحب کرده و بهانه ساپورت یک مؤسسه توانبخشی رو جلوی مردم گذاشته. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نامی شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی، اونی که مثل گداها میاد با این سه حرف میزنه، عضو شورای نگهبان و یکی از امام جمعه های موقت تهران. آقایی که معترضی که من میگم اینها همه دزدند، آیا اینی که الان برات خوندم این دزدی آیت الله هست یا نیست؟ آیا تو آیت اللهی رو میشناسی که دزد نباشه؟ اسمشو و دلیلشو برای من ایمیل کن، من رو همین ایر برات میخونم. آیا تو سردار سپاهی میشناسی که اون بالا باشه و دزد نباشه؟ اسمشو دلیلشو من برات میخونم. دزدان در کشور ایران وضعشون از همه بهتره. این یارو مرده که صادق محصولی، این یه آدم یه لاغبا بوده، یه پا گیوه یه پا چاروق. خود انتری نژاد وقتی از دهشون اومده چیزی نداشته. حالا رفسنجانی پسته هاش یهو تبدیل شده به الماس، ولی اینا باقی پسته هم نداشتن. این رهبری که اونجا این همه ادب دب کب کب داره، روزای جمعه میمد شیرپلا، یه دوتار ستار دستش بود، یه قبایی میپوشیده، یه کلایی هم پس کلش میذاش، میشست مولوی میخوند. منتها اینا یه ملک کوچیکی خریدن، ایران افتاد توش. من به اینا میگم دزد. به کسانی هم که دنبال روی اینا هستن میگم شاگرد دزد. اونها کسایی هم که استخون اضافه رو، اینا گوشتار رو میخورن، استخون رو میندازن، اونا هم استخون رو میخورن، دومشون رو تکون میدن. تو یکی از این دوم تکونی هم میان به من فوش میدن. ببینید دوستان، اگر صفت کسی رو گفتند این فوش نیست. اگه گفتن حسن بلنده، یعنی حسنی که قدش بلنده. اگه گفتن محمد خپل، یعنی محمدی که چاقالو و قدش کوتاست. این صفت اونه. اگه گفتن حسن سیاه، یعنی حسنی که صورتش سیاه‌تر از کسای دیگه است. اگه گفتن صادق خوشگله، میشه خارزن برادرزن احمد گریان. یه چیزی بوده که گفتن صادق خوشگله. اینا صفته. شما یاد بگیرید که اسم دزدها رو وقتی من میگم یکی یکی یادداشت کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، چهارشنبه سوری یادتون نره. فردا من نیم ساعت راجع به چهارشنبه سوری حرف خواهم زد. امروز روز چهارشنبه است. من تا فردا صبح همه شما رو به خیرت می سپارم. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.